ولایت سمنگان از جمله ولایات شمالی کشور به حساب می آید که در بین 36 درجه عرض البلد شرقی و 68 درجه طول البلد شمالی موقع دارد، طوری که از طرف شمال با ولایت بلخ، شمال شرق و شرق با ولایات بغلان و کندوز، جنوب غرب با ولایت سرپل، جنوب و جنوب شرق با ولایت بامیان هم سرحد می باشد. مرکز ولایت سمنگان به ارتفاع 962 متر از سطح بحر قرار داشته و مساحت آن به 13437.8 کیلومتر مربع می رسد. این ولایت به شمول مرکز آن دارای 7 واحد اداری، 3 ناحیه شهری و 803 قریه بوده و اقوام مختلف تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون و سایر اقوام به طور برادرانه کنار هم در این ولایت زیست دارند. ولسوالی های ولایت سمنگان، ولسوالی دره‌سوف بالا، ولسوالی دره‌سوف پایین، ولسوالی رویدواب، ولسوالی حضرت سلطان، ولسوالی خرم و سارباغ، ولسوالی فیروز نخچیر و مرکز ایبک می باشد. توپوگرافی ولایت سمنگان. ولایت سمنگان از شمار ولایات است که بیشترین مناطق 8.6% آن کوهستانی و نیمه کوهستانی بوده و 26.6% آن را زمین های هموار و نیمه هموار تشکیل می دهد که در کل 1.2 اراضی کشور را احتوا می کند. ولایت سمنگان به نسبت کمبود آب دارای اقلیم خشک و گرم می باشد که در فصل تابستان درجه حرارت بین 25 و 38 درجه سانتیگرید بوده و در فصل زمستان بین منفی 10 و مثبت 15 درجه سانتیگرید می رسد. میزان متوسط بارندگی های سالانه در این ولایت 300 الا 400 میلیمتر تخمین شده است. فصل کشت در این ولایت بهار و تابستان بوده و با استثنای زمین های یک یا دو محل خاص بقیه مناطق در یک نوبت حاصل می دهد. آب و هوای گرم این ولایت و بعضن خشکسالی ها سبب فرسایش خاک و متضرر ساختن فراورده های زراعتی می گردد. نفوس ولایت سمنگان به اساس معلومات اداره احصائیه مرکزی، مجموع نفوس ولایت سمنگان در سال 1397 تعداد 415343 نفر تعیین گردیده است که از این میان 51% آن را مردان و 49% آن را زنان تشکیل می دهد. همچنان از مجموع نفوس ولایت 92% آن در دهات ولسوالی ها و مناطق دوردست زندگی می نمایند و تنها 8% آن در شهر زیست دارند. ضمناً قابل ذکر است که نفوس ولایت سمنگان به اساس سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی که در سال 1394 توسط اداره احصائیه در سطح این ولایت صورت گرفت، تعداد 477,900 تن تعیین شده است که آن زمان تا به حال افزایش یافته است. بخش عقاید و مذهب. مردم ولایت سمنگان همانند مردم سایر ولایات کشور الحمدلله مسلمان و متدین بوده و دارای احساسات عالی دینی و وطن دوستی می باشد و یکی از اولین ولایات کشور بود که بر ضد تجاوز قشون سرخ علم جهاد را بر افراشته و دوره مقاومت را با سرفرازی به انجام رسانید، چنانچه در جهاد و مقاومت خیش پیشگام بوده و در عرصه صلح نیز همچنان پیشگام گردیده و لله الحمد دارای امنیت سراسری و کامل می باشد. همچنان مردم این ولایت عموماً مذهبی بوده که اکثریت حدوداً 80% آنها پیرو مذهب امام اعظم یعنی اهل سنت است و 20% آنها پیرو مذهب تشیع و اسماعیلیه می باشند. مردم ولایت سمنگان هنگام خویشاوندی و بستن پیوند رواج دارند که ابتدا فامیل پسر از فامیل دختر لفظگیری نموده و بعداً با چند تن از بزرگان محل و ملا امامان مسجد به خواستگاری دختر می روند که متعقباً مجالس شیرینی خوری، نامزادی، شب حنا، محفل عروسی، رقص و پایکوبی در محافل زنانه و مردانه، تخت جمعی، دعوت قوم داماد توسط فامیل دختر و دعوت قوم عروس توسط فامیل پسر صورت می گیرد
همچنان فامیل داماد یک مبلغ پول را به عنوان شیربها، قلین و یا تویانه به فامیل دختر پرداخت می کند. بخش غذا، مردم عزیز کشور ما به صورت عموم و مردم سمنگان که جز آن است دارای غذاهای متنوع و لذیذ می باشد. غذاهایی که در ولایت سمنگان بیشتر معمول و رواج است عبارت از قابلی پلو، کباب، شوربا، چاینکی، قبرغداغ، منتو، شوله، شربرنج و غیره می باشد که از این میان غذاهایی که بیشترین شهرت را نزد مردمان سایر ولایات دارند کباب و قابلی سمنگان می باشد. قابل ذکر است که مردم سمنگان مانند سایر مردمان این کشور بسیار مهمان نواز بوده و از مهمان خود به عنوان دوست خدا هرچه در توان دارند به خوبی بدرقه و استقبال می نمایند. بخش ورزش، بزکشی، فوتبال، والیبال، توپ دنده، چلیکچوکان، کاغذ پرانی، دویش، ریسمان بازی، پرورش اندام، کانفو، شطرنج، پهلوانی از جمله بازی ها و سرگرمی های مهم ولایت سمنگان به شما رفته که اکثریت مردم در سطح شهر و هم در سطح بلوسوالی ها به آن می پردازند. رسیدگی به حوادث طبیعی، ولایت سمنگان از جمله ولایات است که در درجه بلند حوادث طبیعی چون زلزله، سیلاب، خشکسالی، لغزش زمین، سنگریزه، امراض و آفات نباتی و غیره قرار داشته که همسال خسارات هنگفت مالی و جانی را از خود به جا می گذارد. در طول سال 1396 تعداد 500 فامیل که از اثر سیلاب های موسمی و حریق متضرر گردیده بودند برایشان مواد غذایی که شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا، شکر و غیره غذایی مانند کمپل، کیت آشپزخانه و سایر وسایل بود توسط اداره مبارزه با حوادث و نهادهای همکار چون WFP و IOM توزیع گردید. همچنان در قسمت پروژه ها زیربنایی چون ساخت پل و پلچک فعالیت های خوبی صورت گرفته است. طوری که بیشتر از 630 متر دیوار محافظتی توسط دفتر افغانی در دو طرف کنار دریا اعمال گردیده است.